به نام خدا. سلام بچه ها، ادامه مباحث هندسه پایه رو با همدیگه میخواییم بریم شروع کنیم. حل تست های مرتبط با دایره، یه خورده که تست های آشنا از مبحث جلسه پیش رو با همدیگه حل کردیم، سریع میرم وارد مبحثش میشم. کمان درخور که یکی از موضوعات مهم تو رسم مثلث به کمک خواص دایره هست، اونا رو میخواییم با همدیگه چیکار کنیم، مرور کنیم. پشت‌بندش هم یک دو تا تست هم راجع به دایره های هم مرکز میخواییم با هم کار کنیم که بعدنها اگه مثلا مباحث دیگه دایره و خواص دیگه داره و حالت های دیگه این دو دایره نسبت به همون بررسی کردیم، هم مرکز رو بگیم که قبلا تستاش رو با هم شروع کردیم و کارش هم انجام دادیم. ولی موضوع مهم امروز حواستون باشه، موضوع کمون درخوری که خیلی خیلی باید روش دقیق باشید. بریم کارمیز رو با هم دنبال کنیم. سال یک رو ببینیم بچه ها، میگه یه شکل باید رسم میکنم، دایره داخلش داره حرف اول رو میزنه، بالاخره من باید پس دایره هست، همین دایره رو میبینی احتمال قوی خود سال دایره هست. میدونی منظورم چیه؟ داری مباحثی تو استدلال ها نمیدونم تبدیل ها و اینا که دایره رو ظاهرا رسم میکنه، ولی یه خورده میبینی تو بطن سال میبینی که اصلا دایره نیست، مثلا سال اصلا یه فضا دیگه داره حل میشه. اینجا اکثر موقع میگه دایره هست، واقعا همون سوال دایره است، روابط اصلی نه زاویه طول این حرفا. شما باید سوالات مقدمات ابتدایشو بلد باشید تا بتونید پسش بر بیه. او پی 5 خب باشه، این اوتا مرکز تا این نقطه 5 شوهای دارم واحد 1 اندازه پی آر رو میخوام. شوهای چه رسم نکردی یا اصلا چه کامل رسم نکردی؟ اینجا بهت بگم ببین، اینو کامل رسم میکردی برای من اینجوری شوهای داره واحد اینجا 1 اینجا 1. خب تو داشتی میگفتی اینجا 5 که، پس این تیکه چنده؟ اینجا 4 دیگه، درست شد؟ اینجا از اوتاپ 5 اینجا میگی شوهای 1، پس این 4 مثلا پی تا چجوری شد تا نقطه اینجا قطع کرد دیگه، میگه نقطه تقاطع دارم بیرون. میگفتم چی؟ جز در کل، این جز چنده؟ 4، کل چنده؟ 6. میشه چی؟ جز در جز یعنی اوپی که 5، این یعنی پی آ که میخواد، پی آ در پی آ یعنی پی آ به توان چند؟ 2. خب پس پی آ میشه رادیکال 24، توان 2 شو برداری، دو رادیکال چند؟ 6. 4 تا است دیگه، دو رادیکال 6 گزینه چند؟ 4. هیچ چیز خاصی از این نقطه ابتدایی که شکل کامل شما رسم می‌کرد. بریم بعدی، اینجا یه خرداله باز سال جذاب‌تر میشه. یه دایره بر من رسم کرد اینجا، بعد یه اطلاعات داده، دایره از آ به س مثلا این نقطه ها رو مثلا به شما داده، بعد تو نقطه دی مماس، بعد نقاط تقاطع رو داده، اندازه های اف سی آ ای دارم 66 اف سی و آ ای دارم 66 بی او اف، اینا رو میذارم روش، بعد دی سی به بی دی رو برای پیدا میکنم. یه دقیقه روش که اطلاعاتمون رو با هم دیگه اضافه کنم، من همون شکل کشیدم دیگه برای شما دیگه. اف سی و آ ای دادی، اف سی 6 اینجا 6، آ ای هم اینم 6 برای شما، بی ای چقدر هستش؟ مثلا بی ای 2، بی ای اینجا اینجا 2، آ اف مون هم 2 هستش، اینم 2 برای شما. چی میخواهید؟ دی سی به بی دی رو میخواهید. دی سی یعنی اینجا ایکس رو میخوام، مثلا اینجا بگم دیگه، این ایکس و بی دی رو بگیریم ایگرگ، ایکس به ایگرگ رو میخواد، این ایکس به ایگرگ رو سوال داره. الان اگه خوب دقت کنیم، امتداد یه نقطه تقاطع این بیرون دارم، یه جی کی برای این میزنم، جی کی یعنی 2/8 مساوی چی؟ تا این نقطه تماس دیگه، ایگرگ در ایگرگ یعنی چی؟ ایگرگ به توان چند؟ یکی که شما مماس بوده کیش قاطع، میگفتیم به توان دو جز در کل. پس اینجوری اینجوری دارم، یه نقطه تقاطع اینجا دارم، اینجا هم یه جز در کل میزنم برای جی کی، میزنم میگم ایکس 2 این جزء 6 در کلش 8 مساوی چند میشه؟ ایکس به توان چند؟ 2، چون اینجا مماس دیگه. خب ایکس به ایگرگ پایینی به بالا تقسیم میکنم، ایکس 2 به ایگرگ 2 رو تقسیم میکنم، این تقسیم برای میشه 8 میشه 6/2 میمونه، یعنی چند؟ 3 میمونه. جذر میگیرم ایکس به ایگرگ رو میخوای که میشه چند؟ رادیکال 3. خب گزینه 2 دیگه تموم شد دیگه. یه سری اطلاعات ساده و دم دستی از چی؟ نقطه تقاطع بیرون، جزء در کل، اینجا هم چی؟ جزء در کل مساوی با تا نقطه مماس به توان 2، همون داستان جلسه پیش اومد دیگه. بریم بعد شماره 3، یه شکل برام راست که دوباره نقطه تقاطع این بیرونه. خب اگه لازم باشه این حرکت شروع میکنم ابعادش رو پیدا کردن. چی میخوام؟ مساحت. مساحت تو اکثر موقعی که اینجوری همچین هاشوری میاد، جلسه ذهنم میره نکنه مساحت قطع تو کار هست، یعنی این سوال میتونه تو قسمت هندسه ها که نه، تو قسمت حسابان هم بیاد، تو بحث مثلثات هم تو هندسه بیارم این سوالو، هم توی قسمت مثلثات حساب ها، اینا یه سوال مشترک حساب میشه. حالا ما عدید چی حل میکنیم، مثلثاتی حل میکنی یا هندسه حل میکنی که فرق نمیکنه، مهم حل تست دیگه. بیایم این کار انجام بدیم، قطا رو درست کنیم برای خودمون. هنوز قطا درست نشده، میدونی منظورم کدوم قطا است؟ ببین یه زحمتی بکش، قطا همیشه باید از مرکز وصل میشد دیگه، اینجا رو به هم دیگه وصل کنیم، بعد راجبش چیکار کنیم صحبت کنیم. 100% میدونی اینجا 90 درجه درست میکنه، پس سی 90 اینجا چنده؟ اینجا حتما 60 درجه است،
اینجا شعاع هست، اینجا هم حتما چیه شعاع. بغل دست 60 درجه میگی چندش؟ 120 درجه. این قطاع رو مسحتش رو میتونیم حساب کنیم بعد اگه شعاع پیدا کنیم تازه. بعد اون پشتبند شعاع رو پیدا کردی، این مثلث رو ازش کم میکنم که تو این هاشورا رو برات حساب کتاب کنم. بیا اینجا اول از پشت سر به سوال نگاه کن. علی جان شما تو این قائم الزاویه به مماس وصل کردی 90، یعنی 30 درجه داری، یه مجاور اینجا هست، یه مقابل اینجا هست. خب تانژانت میزنم، یه تانژانتی میزنم برای سی موسیقا، مقابلش آر، مجاورش دو رادیکاسه. البته این تانژانت 30 درجه میگه چی هستش؟ رادیکاسه سوم موسیقا آر به دو رادیکاسه. دارم آر پیدا میکنم، اینجا ضرب میشه میشه سه بزنه میشه آر میشه دو. خب آر پیدا کردی دو، پس این دوه، اینجا هم چند، اینجا هم دوه. حالا بریم اونجا اس قطع، کل این قطع، کل کدوم قطع؟ او سی تی دیگه، او سی تی که اینجا هستی. کل این قطع مسئله چیه؟ یک دوم چی بود؟ آر دو در آلفا. تو اصلا آر به خاطر همین پیدا کردی دیگه، یک دوم آر دو شعاب تواندو چند میشه؟ چهار. آلفاش بر رادیانی باشه که اینجا رادیانی چقدر؟ 120. 120 میشه دو تا 60 درجه، این چی؟ 2 پی سوم. دو با این دو ساده میشه، میشه 4 پی سوم مساحت اون قطاع میشه. یه اس مثلث، کدوم مثلث؟ اینی که مثلا من اینجا هاش رو میذارم به این اس مثلث او سی تی، او سی تی رو باید دارم پیدا کنم. مثلث وقتی زاویه داشته گفتم یک دوم زل، زل سینوس دیگه، یک دوم زلش دوه، زلش دوه، سینوس چند درجه؟ 120 درجه. پس یه دو با دو میره دو ضرب داره، اینجا هم میشه سینوس رادیکال 3 دوم خودمون میشه قد رادیکال 3 مساحت میشه. حالا تو این وسط کجا رو میخواستی؟ اینو میخواستی از جان کل این قطعه، یه مثلث ازش برمیدن. پس اس اصطلاح همو میگیم هاشور خورده برابر است با 4 پی سوم کل قطاع بود منه چی؟ رادیکال 3. 4 پی سوم منه رادیکال 3 رو بعد من توی گزینه ها چیکار کنم؟ پیدا کنم که گزینه چند میشه؟ دو دیگه. تمام. از این اینور اومدم شروع کردم اینجا زاویه داشتم مقابل و مثلا موجب بدم تانژانت رو شروع به کار کردم، این آر حساب شد، استارت کار از اونجا بود دیگه. بریم شما چند؟ 4. بریم حالا سوال چی بعدی ببینیم. بخواد یه مثلثی رسم کنه با معلوم بودن زاویه آ پی سوم 60 درجه و ای یعنی زل روبرو ببینید 8 و میانه ما گفته در کدام حالت جوابمون هسته به فرد داره. الان یه موضوع جدیدی با هم دیگه تو مبحث داره با موشه کافی و تحلیل کنیم، اونم چیه؟ آقا رسم مثلث یه زاویه و زل روبروش، حالا بقیه اطلاعات بقیش بگیر کن داشتی باید چیکار کنیم؟ ببین ما میدونیم که مثلث رو معمولا، نه حتما، معمولا باید با داشتن سه تا اطلاعات رسم کنیم. معمولا دو تا اطلاعات داشته باشی مثل این، مثلا زاویه و زل روبروش داشته باشی، معمولا میگیم بیشمار تا حالت جواب داره. خب بعد یه اطلاعات اضافی دوباره بعد از این طرح شروع میکنه دادم، مثلا میانه ام عین و ارتفاع فلان، یه سری اطلاعات اضافی بعدی میده که شما بگید چیکار کنید. بگید که آقا من به کمکی میتونم یه مثلث دیگه مثلا بتو رسم، بگه مثلث قابل رسم میدونم. بیا اول با هم دیگه یه زل و مثلا زاویه رو به رو تو مثلث رو با هم موشکافی کنیم، ببینید که میتونیم مثلا مثلث با این اطلاعات رسم کنیم یا وضعیت رأساش و زلهاش چجوری هستش. بعد مثلا این اطلاعات بعدی رو با هم قاطی کنیم. نیا کنیم پس الان نباید از من بپرسید که آقا مثلث با یه زل زاویه رو به رو اگه خواستم رسم کنم بیشمار تا جواب داره پس نمیشه رسم کرد، یعنی همچین مبحثی رو میاره پیش من. میام میگم آقا شما فرض کنین توی یه دایره ای، من از اون ور قضیه دارم میام، ببین یه وتری داشته باشم، وتر به سه داشته باشم، خب ولی اینجا مرکز باشه کار باشن داشته باشم، یه وتر به سه داشته باشم، اگه احیانا یه نقطه اینجا، یه نقطه اینجا مثلا نقطه آ رو وصل کنم به این، وصل کنم به این، شما میگه خب یه زاویه پیدا میکنی به اسم زاویه آلفا، نصف کمان رو بروش این آلفا. بعد بیام میگم که آقا جای این نقطه رو عوض کن، سبز بده من آ، جای این نقطه رو عوض کن بذاریم اینجا، میگم که انگار همون زاویه آ رو دارم میگم آلفا، آقا جاشو دوباره عوض کن، فرقی با تو نمی کنه، همه داستان یه موضوع داره پیگیری میکنه، میگه آقا اینجا هم بذاری بر من، اینجا نقطه وصل کنم، اینم وصل کنم، دوباره همون آلفا رو میچونه. اینا همه مرکزی هایی هستن که بگید کمان نگاه میکنن. میگم پس الان تو داری انگار یه مثلثی تو حالتهای مختلف رسم میکنی که همشون قاعده اینجاشون قاعدهشون A هستش،
زاویهشون آلفاست که داره، یعنی انگار مثلث‌های متنوع با یک ضلع مشخص زاویه روبروی مشخص رو داره رسم می‌کنه. میام میگم پس این نقطه آ این بالا باید بازی کنه دیگه، نقطه رأسش نباید اینجا باشه ها، اگه اینجا باشه اینجوری وصل کنی زاویه بازتر از اون میشه دیگه، مثلا مکمل اون میشه. اینجا رو حذف می‌کنی، میگیم انگار شما یه دایره ای داری خب که یه تیکه از کمانش به تو محل نقطه رأس رو میده. یعنی از این میخوام اینو بهت بگم، از اینجا به بعد هر وقت رأس مثلث پاش اومد وسط و شما دیدی که یه زل داری و یه زاویه روبرو ازش داری، بگو آها رد پای این نقطه آرس بعد روی یه تیکه از کمان یه دایره باشه. بعد حالا اطلاعات بعدی بهم میدی، اون اطلاعات بعدی حالا چی هست بماند، اطلاعات بعدی بهم میدی، من دقیقا نقطه آ رو جاش رو میتونم برات مشخص کنم. ولی فعلا میگم آقا مسئله چند جواب داره، میگه بی شما جواب داره. میگم خب این نقطه های آ چه جایی رو دارن اشغال میکنن، میگه یه کمانی از یه دایره هستن. پشت بندش ازت میپرسم خب حالا یه کمانی از دایره هستن، این کمانه مرکزش کجاست؟ آها مرکزش یه فرمول بهت میدم برای چی این او اچه، یعنی از وسط این چقدر بری بالا که راحت هم میتونی خودت پیدا کنی، نیازی به حالا اثبات آنچانی نداره، ولی مینویسم برات یه فرمول او اچ بدونم، یه فرمول شوا میدم آقا از این بالاتر رفتی نوک پرگارت گذاشت اینجا یه کمان باید بزنی به چه شوایی، میگم شوارم بدی فرمول میدم. جفت اینا خوب نگاه کنی کسری هم A2 روشن شد جفتشون ای به دو هستن، تقسیم ای به دو، یکیشون میخوره تو مخرج سینوس، یکیشون تو مخرج میخوره چی؟ تانجانت. نیا کنیم این دو تا تانجانت آلفا بذارم اینجا، سینوس آلفا رو هم میذارم اینجا، جفتشون هم قابل اثبات هستن، خیلی سریع هم میشه اثباتشون. خب اگه فرض کنیم اینا 90 باشن، اون وقت این فاصله اینجا باید روبرو به قطر باشن دیگه، یعنی این زل باید یه خورده چی باشه بالاتر باشه، یعنی فاصله او اچ چی میشه صفر میشه، یعنی 90 بذارم اونجا با صفر تحویل بگیری، تانژانت 90 بی‌نهایت، آبری بی‌نهایت میگی صفر تحویل میگیرم، در مورد 90 میگی صفر تحویل میگیرم. 90 اینجا سینوس چند میشه؟ میشه یک، میشه نصف روبرو دیگه، بعد میگفتی روبرو به اصطلاح هم میانه وارد بر وتر نصف وتر میشه، این داستان هم پیش میاد دیگه. این داستان چی به شما داره تحویل میده؟ ببین کلا اینجا موضوع جمع کنیم، هر وقت تو رسم مثلثی ضلع و زاویه روبرو داشتی، میگه اون نقطه بالا نقطه رأس روی کمانی داره حرکت میکنه، خب باش، یعنی بی شما حالت جواب داره باش. حالا این کمانی میگم محل نوک پرگار کجا باشه، میگی از این قاعده او اچ بیا بالا نوک پرگار بذارم برات، باش او اچ فرمولش میگه اینه، ای بری دو تانژانت، بعد میگه چه کمانی بزن با چه شوهایی، میگی ای بری چی دو سینوس آلفا، اون کمانه بزن، این کمانه که مشخص کنی و حتما نقاط به سرعت میشن، شما میگی بفرما جواب تو دادم محل نقطه آ، حالا یه اطلاعات دنبال یه اطلاعات دیگه هستم که قشنگ جای نقطه آ رو از بی شمار حالت این چیکار کنم پیدا کنم. مثلا یکی از سالها سال اومده بود به بچه‌ها گفته بودن که آقا جان مثلث رأس کن، این قشنگ اینو به شما داده بود فکر کنم 60 درجه قاعده رو مثلا فرض کن به شما داده بود 20 مساحت مثلث حد اکثر بشه، یعنی یه کلمه اضافه ناتوب تا یه سوال که حد اکثر شدن مساحت بود، میومدی میگفتی خب حالا اینجا رو من همه او اچ آر حساب میکنم حد اکثر بشه، یعنی باید بیشترین ارتفاع رو دوستم، یعنی نقطه آر رو بذارم وسط 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 بذارم، کنارتر ارتفاعش کمتر، اینم ارتفاعش کمتر میشه، بذارم وسط که ارتفاعش خیلی بلند بشه، قاعدش هم حساب کرده بودم ارتفاعش هم بلند، قشنگ به شما میگفت که آقا این زاویه آلفا مثلا چی باشه دیگه، چقدر ارتفاع داشته باشه، یه او اچ حساب کرده بود اینجا، اینجا هم شعاع هست اینجا حسابش کرده بودی و سوال راحت چیکار میکردی جواب میدی. این سبزه حالت حد اکثر مساحت رو داره بهت میده. یه مثال کوچولو بیا ببین اطلاعاتو، میگه مثلثی میخوام با این اطلاعات زاویه آر به شما داده 60 درجه، منظورم اینجا بذارم ای رو، یعنی زل روبرش به شما داده 12، یه اطلاعات اضافه میداد اچ 9، میام میگی آقا جان اول یه دونه زل رسم میکنیم، زل روبرو که 12 اینجوریه، شما من هفته زودتر برای اینکه کارم راحت باشه و دایرهش رو رسم کردم، میگی یه زل روبرو بی سی رسم میکنه به اندازه چقدر 12، بعد او اچ میام به سمت چی بالا که مرکز رو پیدا کنم، تازه بتونم دایره رسم کنم، من برای کارم راحت تر باشه دایره رو زودتر رسم کردم. او اچ مثلث با چی گفتی؟ ای به روی چی؟ دو تا تانژانت آلفا، یعنی مثلث با ای یعنی قاعده 12 دو ضرب در تانژانت اون زاویه که بهش نگاه می‌کنم 60 درجه، تانژانت 60 درجه چند؟ رادیکال 3،
6 به رادیکاستر گویا میکنم میشه چی؟ 2 رادیکاستر. یعنی OH انجام میام 2 رادیکاستر تقریبا مثلا 2 تا 1 و 7 هم 3 و 4 هم میای برای که نوک پرگار بزنی. یه شعای میخوام بزنم با چه شعای؟ آر موسیبا خود گفتیم چی؟ A بریو چی؟ 2 تا سینوس آلفا. A چند؟ 12. 2 تا سینوس 60 درجه یعنی چند رادیکاستر؟ دوم. 2 با 2 میره 12 به رادیکاستر گویاش میکنم میشه 4 رادیکال چند؟ 3. یه کمان میذارم 4 رادیکاسه، این پایینشم پاک میکنم، میگم نقطه ها یه جایی این دوره براست، نمیدونم کجا دقیقا، نقطه ها شاید اینجاست، شاید هم اینجاست، شاید هم این بالاست، شاید این نوکه نوکه که بیشتر ارتفاع رو بده، اینجا هم نقطه، یه جایی اینجا نمیدونم جاش کجاست دقیقا، دنبال اطلاعات بعدی هم. اگه الان میگفت آقا جان یه جوری تنظیم کن که بیشترین مساحت رو داشته باشه، میگفتم بذار این نوک نوک. 2 رادیکاسته اینجا هم چقدر شد؟ 4 رادیکاسته. ارتفاعش باید چقدر باشه؟ میگفتی 6 رادیکاسته مثلا اگه همچین حرف میزد. گفته ارتفاعش 9 باشه. ارتفاعش 9 باشه یعنی اینجا تا اینجا فاصله چی باشه؟ 9 باشه دیگه. واسه ببینم نکنه یه وقت بزنه بره بالا، مثلا 2 رادیکاسته به اضافه 4 رادیکاسته میشه 6 رادیکاسته. 6 رادیکاسته چقدره؟ اینو ضرب کنم داخل این که بخوام عددشو حساب کتاب کنم، 36 ضرب چی میشه؟ ضرب در 3 میشه، این میشه رادیکال چند؟ 90 تا اونم 18 تا 108. خب از 8 شد یک زد بالاتر که مثلا این مثلا بیشتره دیگه، پس این 9 کمتر از اینه، یعنی میخوام بگم که 9 کمتر از رادیکال چند؟ 108. پس یه ارتفاع اینجا پیدا میکنه یه جای اینجا، یعنی چقدر اومدم از این بالاتر به اندازه ارتفاع HA موسوا 9 اومدم بالای خط رست کردم، گفتم تو این راستا باشی فاصلت از اینجا میشه 9. نقطه انگار اومدن بالا. خب نقطه ها کجاست؟ نقطه ها باید تو این راستا باشه، رو این کمانه هم باشه، پس کجاست رسما اعلام میشه؟ میگه همینجا. اینو وصل کن به این، اینم وصل کن مثلا به اینجا، میگی نقطه آ رو مثلا داری الان مثلث رسم شد. البته شاید هم با این نقطه آ پریم بیای جلو، ولی اینجا دیگه فکر کنم مثلث جدیدی تحویل نمیگیری. چرا؟ چون دقیقاً همون مثلث، زاویه هاش یکسان، قاعده هاش یکسان، ارتفاعش هم یکسان، همون مثلث. دو تا مثلث ظاهرا جواب داره ولی یک جواب منحصر به فرد داره، چون دو تاش هم به شما یک مثلث رو جواب میده که قرینه همون مثلث دیگه. با اجزای متفاوت جواب دادنی میگی دو تا مثلث متمایز دارم، دو تا جوابه، اما دو تاش هم یکسانه، مثلا انگار ریشه تکراری داریم مثلا، مثل این وضعیت. خب حالا اگه ازت پرسم که آقا اینو الان از سوال بذاریم HA چقدر باشد تا مثلث قابل رسم باشد، میگفتی خب این HA دیگه از این بالاتر بره که قطع نمیکنه که، میگفتی اگه HA از چقدر اینجوری کن 2 رادیکاسه 4 رادیکاسه جمعا 6 رادیکاسه بزنه بالاتر، میگه مثلث دیگه جواب چی نداره. اگه خود 6 رادیکاسه بود میگفتی این لب تو حالت وضعیت ماکسیمم مساحت چیکار میکنه؟ قطع میکنه، یک جواب مناسب فرد هم داره دیگه. روشن شد تا اینجا؟ پس می از این به بعد زاویه ذیل روبرو ما میگیم محل اون نقطه رأس یه جای روی کمانیه با فلان شعاع و با فلان چی اصلا ارتفاع از سمت چی قاعده دیگه. این تا اینجا روشن شد؟ تا حواستون باشه به این موضوع، تو کتابای مثلا علمی اسمش رو میذارن چی؟ کمان درخور. حالا ممکنه بعضی از دوستان ما بگن آقا موضوع کمان درخور نمیدونم هست شد و فلان شد و این حرفا، ولی من اعتقاد دارم که میتونه سوال باشه چون تمام مباحثش توی کتاب بحث شد و هم تو انسه پایه 11 هم توی 10 هم بحث شده روشون دیگه. بیا اینجا سوال شما 14، شما 4 دی 14. حالا 4 رو نگاه کنیم، اومده گفته آقا زاویه آ بشه پی سوم 60 درجه، زیر روبروش هم 8 به من داده، یعنی میفهمم که پای این داستان کمون در خور وسط دیگه، یعنی میگم فرض کن یه قاعده رسم شده باشه اینجا بی سی رسم کردی بنز چقدر 8 مثلا اینجا، بعد یه او اچ اینجوری میرم بالا تا این نقطه مرکز رو برای تو چیکار کنم پیدا کنم. برای او اچ چی داشتیم؟ من یادتون باشه الان گفتیم 2 تانژانت آلفا تو مخرج، که این ای چند بود؟ 8. تانژانت اون زاویه که میخوای پیدا کنی چقدر؟ پی سوم 60 درجه میشه رادیکاسه میشه 4 به رادیکاسه، درست؟ یه کمانی میخوای بزنی آر، گفتیم ای بری چی؟ 2 تا سینوس آلفا، یعنی 8 بری 2 تا سینوس آلفا هم رادیکاسه دوم، 2 با 2 8 به رادیکاسه. یه کمان میزنم اینا، بعد اینو پاک میکنم برای خودم دیگه، یعنی دارم یه جوری چپکی میرم دیگه سر تست دیگه، کی به کیه؟ من میگم یه دایره میزنم، نقطه آ کجاست؟ میگه نقطه آ یه جایی مثلا اینجا، نمیدونم حالا اینجا یه جایی نقطه آ هست دیگه، تو این فضا هست، جاش اون بالا هست. خلا
اینا رسابگیر. حالا داستان اینجاست، تو اگه این مثلث رسم شده باشی، اینجا 60 درجه باشه، اینجا هم 8 باشه، اینجا هم 20 باشه، این هم آ میانه رو به من داده، ام آ رو به من گفته چند باشه. اما یعنی اینو به وسط این وصل کنم، وسط اینم تقریبا این داستان چی هستش، نقطه اچ دیگه، میگه آ اچ رو من میخوام ببینم که چند باشه. میانه که اسمش اینجا نقطه وسط اسمش رو باشه چی اچ. خب یعنی فاصله اینجا رو میخوام این مشخصه دیگه، یه عددی باشه که تا بتونی رسم کنی. پس اینجا مشخصه، فاصله از وسط مشخصه، فاصله از این نقطه مشخصه. گفته بودیم دایره‌ای به آن مرکز شعاع خاص شده رسم می‌کنی. یعنی چی؟ یعنی من فرض کن نوک پرگارم میخوام بذارم اینجا یه کمان رسم کنم، ببینی این دایره رو دو جا قطع کنه، میگم مثلا دو تا جواب داره این حرفا. یه خورده کوچولو باشه قطع نکنه می جواب نده، یه خورده گنده تر باشه قطع کنه که میگم بازم چی جواب نده، لب به لب قطع کنه میگم بالا مثلا جواب بده. پس دایره هم خیلی مهمه که با چه چیزی قطع میکنه. دایره که میذارم نوکشو اینجا تا فاصله از اچ رو اندازه گیری کنم، ام ای پیدا بشه، نوک رو میذاری اینجا. این 8 بود کلش، اینجا الان 4 4 دیگه. بعضی 4 کوچیک‌تر باشه قطع نمی‌کنه، یعنی ام ای بعد از 4 بزنه بالاتر. بعد خیلی هم بره بالا، یعنی دیگه خیلی مثلا گندش کنی دایره قطع نمی‌کنه، اینجا لب به لب قطع کنه. مثلا این لب به لب قطع کنه، باز میگه یه جوابی داره که همون داستان مساحت حد اکثر بود، نقطه آ مثلا اون میفته بالا. یه خورده پایین‌تر قطع کنه، مثلا میگه نقطه آ اینجا باشه فرضاً. خیلی بره بالا نمیشه قطع کنه، چقدر اینجا 4 رادیکاسته، اینم 8 رادیکاسته، 12 رادیکاسته، بره بالاتر دیگه اوکی نیست، باید پایین‌تر باشه. دوباره چیزی میگم تو این سبکا، البته بذار 12 رادیکاسته رو یه خورده گویاش کنم. 12 رادیکاسته سوم میشه چند؟ 4 رادیکاسته، یعنی ام ای بین 4 اینم بفرستم این داخل، 16 تا رادیکال چند؟ 48 دیگه، رادیکال 48. یه چیزی بین 4 تا رادیکال 48 میگردم دوباره. حالا گزینه ها نگاه کن، گزینه 1 مثلا 3 خب رد، یا گزینه بعدی رادیکال 15، رادیکال 15 این رادیکال 16 دیگه اینم رد به 4 هفته خوبه، مثلا رادیکال 49 دیگه اینم رد، مثلا از 48 میذاره بالاتر. اون یکی خوبه فکر کنم رادیکال 2 رادیکال 5 که شما میرسید رادیکال 20، این وسط مسطا میفته دیگه، این اوکیه. گزینه 4 اصطلاحا هم برای شما چی میشه؟ تایید میگیره، میگه جواب منحصر فرده. میگه رادیکال 20 الان اینجا بذارم دو جا قطع میکنه، میگه آره دیگه طبق اون داستان که گفتم دو جا قطع میکنه، ولی چون جفت مثلثا یکسان میشه میگه یک جواب منحصر به فرد دارد. اینجوری میگیم، نمیگیم دو تا جواب داره، انگار یه جواب تکراری داره تحویل میگیره دیگه. اینم از داستانی، یعنی ما الان اومدیم موضوع یه مثلث، رسم یه مثلث با زاویه ضلع پایین بحث کردیم، دنبال اطلاعات تکمیلی طراح بودم. این اطلاعات تکمیلی یه جا مثلا میتونست ارتفاع باشه مثل سال قبلی، یه جا میتونست مثل میانه باشه، یه جا میتونست مثلا اون جمله که وسط بحث گفتم حد اکثر مساحت باشه. دنبال یه اطلاعات تکمیلی هستم که بگم خب مثلث داریم یا نداریم مثلا دیگه. اینم از بحثایی که توی شماره چند داشتیم؟ 4. بریم شماره 5. سال 5 ببینیم چی هستش. یه شیک به من داده، گفته وتر به اس رسم شده عمود منصف اوگاست و بعد طول بی چند برابر طول آ. خب این خیلی خوبه، ببینید رسمش کنیم با هم دیگه. رسمش کنیم اون بی و بی آر رو منظورم اینه، رسم کن تو شیک تا بتونیم تا تکمیل رو بندازیم شیک. بی کجاست؟ اینه. اینم الان یه زاویه محاطی نیست، روبرو به قطر هم نیست، 100 درصد اینجا 90 دیگه، اینجا 90. و خودت داری میگی اینجا عمود مناسب، اینجا حتما عمود دیگه. این شکل آشنا نیست تو قائم زاویه، میگفتیم که آقا اصلا بکن بیار بیرون اون مثلث رو. ببین اینجوریه. توی مایاس. اینجا 90، اینم 90 رسم کرده. میگفتیم اینجا سه تا شعاع رسم میشه، مثلا بغل دستی یا جزء در کل، وسطی میشه جزء در جزء این حرفا. الان این همون ای، اینجا هم بی، اینم آ. واسه این عمود منصف، عمود منصف مثلا اینجا اگه شعاع باشه اینجا هم شعاع دیگه، چون اینجا عمود منصف شدی پس این آر دوم و آر دوم درست اینجا، یعنی کل اینجا تا اینجا قد آر دوم، آر دوم میشه چی؟ سه دوم آر. اینجا هم میشه چی؟ آر دوم. این مثلث کندم گذاشتم اینجا رو میاد، چون راجع به ای صحبت میگیم، آقا بی به توان دو، این به توان دو میشه جزء کل، جزءش سه دوم آره، کلش چقدر؟ چهار دوم، این دو آره. حالا این بر بگو بی آ، بی آ به توان دو جزء کل آر دوم، اینم کلش چقدر؟ دو آره. اینا رو با هم تقسیم کن، توان دو داره تقسیم کن،
یعنی به ای به توان دو، اینم به آ به توان دو، تقسیمش دو آرا میره، آرا میره اینجا، دوم میره میشه چند؟ سه فقط میمونه. جذب بگیر به ای به به آ رادیکال چند؟ سه. ببین سوال درسته که سوال دایره رأس کرد، به ظاهر سوال دایره میاد ولی سوال دایره نبود. کجا نقطه دایره استفاده کردی؟ این آ محاطی داشت روبرو به قطر، پس اینجا 90. همین که میفهمیدم 90 دیگه اصلا دایره ولش کردم، کندم آوردم بیرون صبح بحثو، گفتم بیا با هم دیگه این داستانی که تو قایم موضوعی بلد بودیم و اجرا کنیم. بریم حالا شماره چند؟ 6. میگه مسطح ناحیه واقع بین دو دایره هم مرکز، دو دایره متداخل که مرکزش یکسان شده هم مرکز، 9/4 پی شاید داره بزرگتر، 5/4 شاید داره کوچیکتر، مجموع شعار ما اینجا این داره هم مرکز که خب همچین وضعیت دارن، مرکزش یکسان، ناحیه بین و شما مسطحش رو میخواد، شما این مسطح بزرگه که مثلا پی آر دو هست، میره مسطح کوچیکه کردم که اونم پی آر دو هست، رو جا به چقدر؟ 9/4 پی. فقط شماره یک بگیریم، این شماره دو بگیریم، دو تا داره داریم دیگه. پی ها کنسل کمپلت، میگی آر یک به توان دو، اینه آر دو به توان دو، مثلا چند؟ 9/4. بعد من گفتم دایره بزرگه یعنی آر یکه، 5/4 دایره کوچیک است. خب اینم بعد بزن اینجا دیگه، به توان دو چی میشه؟ میشه 25/16 آر دو به توان دو، اینه آر دو به توان دو، رفتم تو محاسب آر دو داره پیدا میشه، اینا با هم 16/16 میشه، میشه میشه 9/16 آر دو به توان دو، مثلا چند؟ 9/4. 9 با این 9 کنسل، اینم با این کنسل، میمونه اینجا چند؟ 4، اینجا میشه 1. آر دو به توان دو میشه 4 1 4، تا آر دو رو پیدا کردی از چند؟ چند 1 جذب بگیرم. آر یک چنده؟ آر یک خب گفتی 5/4، اینجا جوابش هم میشه 2 دیگه، 5/4 2، 5/4 ضرب در 2 یعنی آر یکت میشه 5/2. خب اینم از آر یک. چی میخواستی؟ جمع دو تا شعار رو میخوای جمع، که کاری نداره که اینو 4/2 اینم 5/2 میشن 9/2، یعنی 4.5 تو گزینه ها میذارم برای تمام. این سوال ساده ایه، دم دستی، فقط هم مرکز رو میشناختم، چیز خاصی نبود. بعدی بعدی هم اتفاقا بحث بحث هم مرکز بود، تو سوال خیلی بهتری از بالاییه. میگه داری سی یک داخلی داری سی دوه، به طوری که با آن هم مرکز. واژه رو اینجوری دیدم، طول وتری از سی دو بر سی یک مماسه دو رادیکال 5. حالا بعد مسافت بین دو تا داره میخواد، اون داستان وتری از سی دو که به سی یک چیه مماسه. اولا اون که داخل سی یک دیگه اسمش این دایره، مثلا سی شماره یک، اینجا دایره شماره چند؟ دو. این دایره بزرگی یه وتری میخوام به این مماس باشه، یعنی خطی میخوام داخل این دایره بزرگی به این مماس باشه. خب بیا مماس بسرم برای راحتی کار، یعنی اینجوری هم میتونستم رسم کنم، اینجوری هم میتونستم رسم کنم، مشکل خاصی چیه نیست. مماس بعد اندازه مماس گفتی دو رادیکال 5. خب یه جور کشتی که میشه متقارن دیدش، یه راحتی نه، خیلی خوبه. اینجا مثلا اسمش آر یک بگیرم، اینم با عزتون آر دو بگیرم، درسته؟ اون دو رادیکال 5 اینجا نصف نصف میشه چی؟ اینجا رادیکال 5 این یه تیکه، اینجا مسلم میدونی چی هستش؟ 90. فیثاغورس بده بیاد، آر یک به توان دو به اضافه رادیکال 5 به توان دو موسه با آر دو به توان چند؟ دو. شو داره بزرگی به توان دو، این که میشه 5. اینم بفرستم بره عمر، آر دو به توان دو مینها یا آر یک به توان دو داشته باشه. چی میخواستی گفتی؟ مساحت اسم محصول رو میخوای، بین همون میخوای شما اسم محصول میخوای، بعد شوهای داره بزرگی، مثلا داره بزرگی یعنی پی آر دو به توان دو میتونه پی آر یک به توان دو باشه. خب پی و فاکتور بگیر، اجرا میمونه آر دو میتونه آر یک به توان دو، اینه همشون یعنی پنج دیگه، یعنی 5 پی دیگه، تمام شو رفتی. گزینه میذارم گزینه چند؟ 4. این دو تا سال پشت سر هم داستان چی بود؟ هم مرکز بودن دایره ها بود. یه نکته خیلی ظریفی میخوام اینجا رعایت کنیم. ببینید فکر کن من یه دایره بر شما اینجا رسم کرده باشم، خب اینجا یه ذره خراب شده، حالا یه دایره رسم کردم، بعد یه اندازه وتری میخوام بهت بدم که ثابت بمونه، یه جوری در تکمیل این سوال دارم میدم، یعنی میخوام فرض کن یه آر ثابت داری الان اینجا، یه شعای ثابت داره برای خودش، یه مرکزی هم داری نفا، میخوام یه وترهای ثابت با اندازه ثابت ایجاد کنم، به اندازه چقدر مثلا ال داشته باشه، شما یه سری وترهای ال مثلا رسم کنم، مثلا شعار بدم 5، یه سری وترهای به اندازه مثلا 4 6 چیزی وسطا بندازم، یه وتر همینجور رندوم بندازیم، اندازه چقدر ال. خب اینو وصل کنم به اینجا، شما میدونستی که اینجا نقطه چینم بذارم برات، اینو نصف میکنه، ال دوم میفته اینجا، ال دوم میفته اینجا، درسته؟
بعد شعایش هم نگاه کن، شعایش هم مثلا وصل کنم برای شما، چه شعایی رست کردم آی فیلم مردار، اینجوری اینم اینجوری، اینا آرن دیگه، درسته؟ آره. یه رابطه فیثاغورس بزنی بر من، این او اچ رو چی پیدا میکنی؟ او اچ به توان دو به اضافه ال دوم به توان دو مساوی چی؟ آر دو. میخوام بگم او اچ به توان دو میشه الان آر دو منهای ال دو چندم چهارم. اینو گفتی ثابت، الرم گفتی وتر ثابت، پس الان او اچت یه رادیکال این به توان دواش میشه دیگه، درسته؟ اینجوری میگی عدد ثابت، یعنی او اچ یه عدد ثابت میدی، یعنی من این وتر هر جا رسم میکردم او اچش ثابت بود با همون اندازه ها. بیا یکی دیگه رسم کنیم، مثلا یه وتر دیگه مثلا اینجا رسم کنیم، سعی کنیم با همون اندازه باشه اینجوری، خب همونه. میام میگه آقا این او اچش باید به اندازه همون باشه. یه وتر دیگه اینجا مثلا رسم کنیم، مثلا اینجا با همون اندازه، لطفا مثلا سعی خودم میکنم دیگه. آره. میام میگه آقا او اچش باید به همون اندازه باشه. خب واسه ببینم این اچ ها رو به هم وصل کن، او اچ ها رو به هم وصل کن، کلا این او اچ ها رو همه رو به هم وصل کنیم، بی شمار تا او اچ میتونی پیدا کنی، بی شمار تا اچ همه رو به هم وصل کنیم، انگار یه دایره ای داره برای شما داره درست میکنه. حالا همجوری چرا چرا اونش گفتی او اچ ثابت، او اچ ثابت یعنی فاصله از او ثابته، یعنی که شما اینجا ثابت 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 یه کمان کلی داری مثلا برای خودت. معناش اینه که اگه احیانا مثل اون سال سال قبلیه میمدم میگفتم یه وتر ثابت توی یه دایره میخوام رسم کنم، میگفتی یه دایره هم مرکز دارم به مرکز چی؟ به مرکز همون او اصلی شما دیگه، به مرکز او و شعاع او اچ، میگفتم شعاع او اچت کو، میگفتی اینهاش روشن شد. اونجا وتر به من داده بود دو رادیکال پنج کلشو، میتونستم به کمک این شعای مثلا داخلی خارجی هم به هم چیکار کنم رب بدم اگه یادم مونده بود، نموندم که نمون. ولی فلسفه اصلی این آقا مکان هندسیه، مکان هندسی دارم یه خاصیت مشترک میگم، مکان هندسیه وسطه و ترهایی به اندازه ثابت درون یک دایره با شعای ثابت، دایره ایست هم مرکز با آن و شعاع رادیکال آر دو منهای ال دو چهارم.